نگار، بگو چی شده؟ شدم طراح صحنه فیلم فرید شعفی. اینا ها، این هم قرار داد. شعفی دیگه کیه؟ یعنی تو شعفی رو نمیشناسیش؟ 10 تا فیلم تو سوئد ساخته، 5-6 تا جایزه گرفته. مبارکه، بالاخره رفتی سینما. دق نکن، واسه تو هم خبرایی دادم که بشنوی ملق میزنی. بالاخره میگی یا نه؟ شنیدم برای رول اول فیلمش دنبال یه چهره میگرده. منم دوتا از عکسای تو رو نشونش دادم، گفت عالیه، خود نقشه. امشب میاد کارتو از نزدیک ببینه، بعد نمایش هم حتما بهت سر میزنه. زیاد خودتو هول نشون ندی یا سرد و یخ هم نباش. هر پیشنهادی بهت داد قبول کن، نقشت محشره. یک ورود فوق‌العاده به سینما. ساکت. مقام محترم قضاوت، آیا رابطه ای درونی تر از رابطه مادر و فرزند پیدا می شود؟ آیا انسان می تواند طفلی را از مادرش جدا کند؟ شما متهم هستید که فرزند این خانم محترم را ربوده اید و به دروغ مدعی شده اید که مادر این طفل هستید. مدعی؟ مادر اون منم. وقتی اون زن به جای نجات بچهش به فکر بدر بردن لباسهای فاخر و جواهرات گرون قیمتش بود، وقتی بچهش رو تو گهواره فراموش کرد و رفت، این من بودم که پیداش کردم، حسش کردم، قبولش کردم. گرسنه بودم اما سیرش کردم، تشنه بودم اما سیرابش کردم. هر جون کندنی بود یه سقف که زیرش بخوابه براش دست و پا می کردم. به خاطر اون کتک خوردم، بی حرمتی دیدم، نیش و کنایه شنیدم، اما باز از جون و دل پذیرفتم. این بچه حق منه. خانم نگار شریف، براو، آفرین، عالی بود. خودتون خیلی بهتر از عکساتون هستید. منم فکر میکنم عکسای شما رو باید توی مجله سوئدی دیده باشم. من اومدم پیشنهادی به شما بکنم، امیدوارم که بپذیرید. با کمال میل، برای من باعث افتخاره. پس اجازه بدین یه جای مناسب تر صحبت کنیم. حتما. نقشتون خیلی زیباست، زیبا، پاک. راستی، فکر میکنید بچه به کدوم یکی از اونها باید برسه؟ بهش فکر نکردم. عقیده شما چیه؟ به گروشه؟
همونی که شما بازی میکنی. با سختی هایی که اون زنگ کشید در برابر محبت های صادقانش، این کوچکترین هدیه‌ای بود که خداوند میتونست به اون بده. چی سفارش دادی؟ من که رژیم دارم، یه گرم هم نباید چاق بشم به خاطر فی. راستی چه نقشی برای من در نظر گرفتی؟ امیدوارم نخواین از من یه مادر بسازین. نقشه دختر جوان که درگیر یه ماجرای عاشقانه میشه. نظر شما چیه؟ خب یه زن جوان میتونه یه مادر خوبم باشه، مخصوصا تو فرهنگ ما. البته یه بچه‌م خیلی خوبه. شما که هیچی نخوردین. شما که باید بهتر بدونین. یه بازیگر نباید توی جاهای طولانی چاق بشه، اونم من که وحشتناک چاق میشم. عجب، خیلی مشکله. اصلا فکر نمیکردم بازیگر اینقدر سخت باشه. ببخشید، شما آقای... اوه، پیشنهادم که قبول کردین اینقدر هول شدم که فراموش کردم خودم معرفی کنم. احتشام هست، سعیده. یعنی شما فیلمساز نیستی؟ سلام. سلام. از بابت دیشب واقعا متاسفم. من مزاحم نیستم، میخواستم بهتون پیشنهاد ازدواج بدم. حقیقتش از وقتی عکس شما رو تو مجله تو آد دیدم دیگه آروم و قرار ندارم. این برنامه‌تونم حداقل 10 مرتبه اومدم. من شما رو خوشبخت میکنم، قول میدم. ماجرای دیشب یه سه‌تفاهم بود، فراموشش کنی. آخه دیشب من منتظر یه مرد دیگه بودم. یه مرد دیگه؟ نه نه، منظورم یه فرد دیگه است، آقایی که قراره تو فیلمشون بازی کنم. به هر حال من قصد ازدواج ندارم. ببخشید دیرم شده. نگار، فکر کردی آخرش چی میشی؟ تو هم مثل یکی از همینایی که پیر شدن افتادن یه گوشه. عاشقای سینه چاکشون هم یا مثل خودشونن یا مردن و رفتن. دختر فکر عاقبتت باش. بابا من عاشق بازیگریم، تو که اینو خوب میدونی. بیا این همه خونه دل بخور، شب و روز تمرین کن، درسشو بخون، آخرش هیچی. برم کهنه بچه بشنم زیر اجاق و فوت کنم. از تالار مولوی خودم رو رسونم به سالن اصلی، حالا راحت بذارم برم. تازه درای شهرت داره برون باز میشه، کارگردانای سینما دارن میان سراغم. اگه منظورت شرفیه خیلی دلتو خوش نکن، زیرابشو دارن میزنن، از وامش هم خبری نیست. ببینم اون تو رو دوست داره مگه نه؟ پسره رو میگم. تو چطور؟ فکر نمی کنم از این جوان برازنده‌ای که من دیدم بدت بیاد. اصلا ازدواج کنی بهتره، حرف حدیثم پای سرت کمتره، اونم با همچین کسی. فقط مواظب باش کلاهبردار نباشه. باهاش شرط کن، بگو حتما باید به کارت ادامه بدی، از حالا باهاش تهی کن. سکوت علامت رضا است. بله رو بگو، قال قضیه رو بکن. خب منم باید برم.
سومین دست گلیه که به شما هدیه میدم و شما اونو برمیگردن. فکر میکنم ادامه این وضعیت به نفع هیچ کدوممون نباشه. فقط گل فروش سر خیابون نفعشو میبره. ولی اینقدر تکرار میکنم تا بالاخره قبول کنم. آخه من شرایطی دارم که قبول میکنم. ولی من که هنوز شرایطمو نگفتم. تمام شرط شما پذیرفته است. همش گفته و نگفته. ببینید من بعد به کارم ادامه بدم. منظورم بازیگریه. گفتم که پذیرفته است. حتما؟ قطعاً و یقیناً. پس افتخار بدین خدمتتون باشم. ولی من یه جای کار دارم، دیرم شده. گواهینامه که دارین. کارتون که تموم شد تشریف بیارین منزل ما. اینطوری مادرم شما رو میبینه. خیلی مشتاق دیدار شماست. آدرس منزل سطر آخره. پیدا نکردین به موبایلم زنگ بزنین. نه متشکرم، ممکنه کارم طول بکشه. فردا، پس فردا، هر وقت که آوردین، ملالی نیست. چه استوری شما. مال اموال فعلا در اختیار تو نیست؟ گفتی ما یه قول قرارایی با هم داریم. بعد قلقی نکنی مادر. پدرم در اومد تو بله رو گرفتم. حالا اینقدر دنسوز هست. فال که اینو نمیکنه. دوستش دارم. میخوام باش ازدواج کنم. شما باید رضایت بدی. این تنها شانسه. اگر میخواید من ایرون بمونم. بی خود هول نشو. مرحوم پدر چند ماه طول کشید تا مادر بزرگت راضی کرد. دیگه زمان مادر بزرگ فخیمه بنده و فلان و سلطنه و بهمان و دوله گذشته مادر. ممکنه. ولی خونی که تو رگ‌های آدمه عوض نمیشه. بله. درسته. جلوی در هستم. ایستادم. از مهمونمون پذیرایی کن. نه مثل اینکه بد جوری دل خانم جونو بردی. نقطه ضعفش یه جفت چشم سیاه خوشگله که اونم داری. بدری من فقط اومده بودم اتومبیل رو تحویل بدم. با اجازتون باید برم. اختیار دارین خانم. مگه مادر میذارن شما برین؟ ایشون مشتاق دیدار شما بودن. بفرمایین، منتظرتون بودن. نگار خانم، درست گفتم؟ بله. خیلی خوش آمدی. خب نگار جون، از خودت بگو، از خانواده. تنها فرزند پدر مادرم هستم. خیلی کوچیک بودم که پدرم فوت کرد. مادرم هم فرهنگیه،
بعد از فوت پدرم ازدواج نکردن. برای من هم پدر شد هم مادر. تحصیلاتم هم تو رشته نگار خانم مهندسن. عجب، مهندس کامپیوتره، دانشکده هم کلاس بودیم. الان مشغول کاری؟ کار که نمی کنی. کار میکنه، ولی قراره بیارم شرکت خودم. خودت؟ خودمون. مخالفم. کار کردن برای عروس احتشام الملک معنا نداره. نه اینکه فکر کنین من مخالف سواد و ترقی هستم، نه، اما به آداب و رسوم خانواده های اصیل خیلی اهمیت میدم. ما مقررات خاص خودمونو داریم که تو نباید به اونها پشت کنی. تو خانواده احتشام اقتدار مادرها حرف اولو میزنه. نگران نباشید، مادرم بدی نیست، فقط خوره تشریفاتی. آخه شما چرا دروغ گفتین؟ کجا من مهندسم؟ اگه میگفتم بازیگرین؟ فکر میکردم بدکارم؟ ولی خانم مهندسا همه خوبن. ببین سعید بابا، من نمیتونم انیس الملک و فخر و دوله و چه میدونم از این زنهای فیس و افاده یه قجری باشم. تازه اون یکی چی بود اسمش؟ بدری. تو قبول کن بقیهش با من. مگه منم مثل جد بزرگوارم شدم که تو هم مثل اینا بشی؟ بدریده میخوره تحمل کن، خونه زاده، ندیمه مخصوص مادر، یعنی جاسوس مخصوص مادر. خب با این همه حرف و حدیث و مادرت و بدری، شرطمون که سر جاشه. ادامه کارم بازیگریمو میگم. کاملا. پس مادر چی نمیفهمه؟ اون بدری که میگی مورو از ماس میکشه، تا اون موقع کار از کار گذشته. ولی میفهمه حالا. تا اون موقع منصورم رو از تو میخوام. پدرم. مادر منو که حامله بود پدر فوت شد، یعنی مادر میگه زن اولشونو کشت. مادر تا مدت ها دیوونه شده بود، اصلا آروم و قرار نداشت، همش منصور منصور میگه. یه بارم شناسنامه منو برده بود اسمم رو بکنه منصور، مامور ثبت نذاشت. حالا اون منصورش رو از تو میخواد. از من؟ از ما. ولی اگه نشد چی؟ سلام فری. آره تو راهی. تو خدا جون من، راست میگی؟ نه الان که نمیشه. یه دقیقه واسا گوشی سعید. باید برگردیم تهران. برگردیم تهران؟ آره دیگه، شفی کارش درست شده، میخواد. شفی؟ شفی کیه؟ همون فیلمساز معروف، وامش گرفتی میخواد سریع شروع کنه. خب ما هم تازه شروع کردیم. چی رو؟ اگه اون دوستای شما بذارن سفر ماه عسلمون. بابا من کارای 20 روز شرکت رو به کوب انجام دادم، حساب کتابارم. فرنگیس
من بعد بهت زنگ میزنم. این بود؟ همش با من، همش قبوله؟ قطعا و یقینا این بود؟ سلام. ببینید خانم، سقف فیلم برداری ما یک سال، یعنی با همه یک سال قرار داد. یه درختیه که مردم بهش اعتقاد دارن، بخش کوچکی از این فیلم در پلاتوه و بقیهش هم در فضای آزاد. نقش تو یه زن جوونیه که نگهبان این درخت مقدسه، مثل سیبل الهی باروری رو میگه. این حس باروری باید تو چشات باشه. حالا کجا بریم که نفهمم برگشتیم؟ خب بگو کار داشتیم. من کار داشتم یا سرکار؟ یعنی دروغ بگم؟ من گفتم مهندسم. آخه کی اول زندگی که باید رفت و گشت میری یک سال خدمتکار یه درخت میشه؟ مگه چی میخوان بهت بدن؟ مگه برای پولشه؟ بابا بازیگری عشق منه. پس زندگی چی؟ زندگی من تو عشقم خلاصه میشه. خب زندگی منم، عشق تو چیه؟ مادر به فهمه واویلاست. فعلا ریش و قیچی دستمونه. یعنی چی؟ بعدم میگم. حالمون بیشتر از این گرفته نشه. چه میتونم؟ سلام مامان. نه نشد. تهرانیم تو هتل. براتون میگم. سلام بدری. براتون برم. خدا حافظ. جات خالیه. چه هوایی. دریا؟ نه خیر. هنوز نرفتیم. نگار؟ بیرون. کجا رفته؟ الو. صدا تو اصلا نمیشنوم. ولی صدای تو که خیلی خوب میاد. صدا شنگار پشت دره. پشتی بده به من، چقدر تو حرف میزنی. نگار مادر جونه. سلام مادر جون. دیشب خواب منصورم رو دیدم. دیدم یه پسر عینه ها ماه شب 14 آورد گذاشت تو بغلم، گفت اینم منصورت که میخواستی. خدا حافظ. دیگه دارم منفجر میشم. Thank you.
کاش اینو زودتر بهت گفته بودم. نگرانم کردی. چی شده؟ جریان مفصله. پدر که میدونست به زودی میمیره، اموالشو به مادر که سوگلیش بود سوال کرد. مادر شد اختیاردار تمام اموال پدر. دیپلم که گرفتم خواستم از ایرون برم. به پول احتیاج داشتم. مادر که نمیخواست من از دست بده، گفت تا ازدواج نکنی از پولا خبری نیست. خب 3 سال پیش دوباره به سرم زد هر طور شده برم. گفتم کلک میزنم، الکی ازدواجی سوری و طلاق. خواب شدم به بدری گفتم. اونم نامردی نکرد و برد گذاشت کف دست مادر. مادرم برای اینکه مطمئن شه دیگه کلکی تو کار نیست، شرط بچه دار شدن رو اضافه کرد. منم خواستم مثل خودش یه دنده باشم. گفتم باشه، میرم تو دل کارو وضعمو خوب میکنم. اینطوری تا دختر مورد علاقمو پیدا نکردم ازدواج نمیکنم. تو هم دلم نخواد بچه دار نمیشه. اولش همه چیز خوب بود. تا تو رو دیدم. بالاخره میگی یا نه؟ دست خالی شروع کردم به امید وام بانک. سررسید بدهیام تا چند وقت دیگه میرسه. دیروزم شنیدم وامم تسویب نشده. رفتم زیر یه بدهی وحشتناک. بدهیام اگه مال شرکت نیست؟ چه کار خودم دادم؟ خب فکر میکنی من چی کار میتونم بکنم؟ اگه ما بچه داشتیم یه سوم پولا رو زمان حاملگی میتونیم بگیریم، بقیه‌اش هم وقتی بچه به دنیا اومد. عجب، پس بگو بچه نیست، چک کارت اعتباریه. ببین ما که بالاخره قرار یه روز بچه داشتیم، پس بهتره تو جوونی مسر سر کله زدن با بچه رو داریم این کارو بکنیم. بی خودی توجیه نکن، بگو پولا رو میخوام. نگار مبلغ خیلی زیاده، وسوسه انگیزه. شانسی رو که در خونمو زده با هیچی عوض نمیکنم. فکر کردی نقشه اولگیر آوردن به این آسونیه؟ نگار به آیندهمو فکر کن. آینده؟ الانشو نمیتونم تحمل کنم، به آیندهش فکر کنم. بذار برم، هر روز یه چیز تازه از این زندگی مرموز کج میشه. پس من یه ابزارم که آقا به ارث پدرش برسه. اگه یه زن میخواستی که فقط حامله بشه، میرفتی همون کلفت بعدی رو میگرفتی. نگار بیا سوار شو. آخه کجا داری میری تو؟ ببینم آقا خوش شده باید خوارو مادر نه دومال ناموس بلم کن بابا، ناموس مردم چیه؟ این خانم زنمه. زنته؟ نگار بله صدا نمیاد. باز صدا نمیاد. بزن نگار رو بگیرم. سال استانس تو پرتین. خودتون پرتین مرده شور برده ها. نمیگن مادره نگران میشه. ببین بدری خوب حواستو جمع کن، دلم میخواد خیلی معقول بری تو نخینا ببینی جریان چیه. راست میگم دیگه مامان، خانم فکر میکنه عقل کله، ادعاشم 7 آسمون رو سوراخ میکنه. خی دیوونه، من خوبیه تو رو میخوام. اینجور که بوش میاد کار شرفی به خاطر این ولخرجی ها و وسواساش همین روزاست که بخوابه. من اگر جای تو بودم از هنر بازیگریم استفاده میکردم تا اون سعیدم به پولاش برسه. با اون پولا میتونی بشی تهیه کننده. بده نقشه‌ای رو که دوست داری برات بنویسن. سالی 4-5 رول اول بازی کن. 100 تایی مثل اون شعفیر هم استخدام کن. آخه چطوری؟ هیچی. اول میگی سرت گیچ میره. 2 تا اوق میزنی که فکر کنن خبراییه. 3-4 ماه که سرشون رو اینجوری شیره به مالی، یه روز میگی حالت خرابه. این دفعه بچه رو سفت کردی. 3 بار که این کار رو بکنی فیلمم تموم شده. دیدی عقل کلم خانم جون؟ ای بچه ها نگاه کنید من تابلو رو نبید کردم. آره اما بارونه جود بیا پایین بیارزه. منه؟ منم سعید. لباسای فیلم تو ماشین جا مونده بود، گفتم شاید لازمشون داشته باشی. بابا بدون تو نمیتونم زندگی کنم. بی انصاف میفهمی؟ اصلا گوره بابای بدهکاری ها.
باش. هرچی تو بگی. سلام سعید جان. مادر جان. بفرمای تو. سلام. خوب شد یادت آمد چطوری به دنیا آمدی؟ حق و شماست مادر جون. ولی حیف که قدر این مادر رو نمیدونی. مادر جون، ما که مدام در تماس بودیم. راستش رفتیم یه هفته بمونیم. اونجا یه بیمارستان جدید ساخته بودن که هنوز افتتاح نشده. سعید رفت یه قرارداد بست که تمام تجهیزاتش رو از تهران ببره. ما هم تا رسیدن وسایل معطل موندیم. از دیروزم که برگشتیم من همش مریض بودم. منزل مادر استراحت میکردیم. مزاحم شما نشیم. وای بالا به دور. نمیدونم چرا سرم گیج میره. احساس میکنم سنگین شدم. حتما زیاد میخوری. ماشاءالله مسافرتم بهت ساخته. اتفاقا هیچی هم نمیخورم. نمیدونم چرا بوی غذام که به میخوره حالم مردیم از گوشنی که خونم نطقش گرفته. مثل این که داریم دو آرزوتون میرسیم مادر. شکل خودت میشه، شکل پدرت. دیدین زیاد عجله میکردیم؟ اینم بچه که میخواستیم. مادر جون، هنوز سر قولتون که هستین؟ نگران نباش، تو همین هفته. باورشون شد اما بدریه یکم دو به شک بود. دارم از گشنگی میمیرم، برو یه چیزی بیار برام بخورم. از این بدریه فضول بره بخواب بعد. تفلکی مادر چشاش چه برقی زد وقتی فکر حاملم. سلام. نگار بیدار نشده؟ دیشب تا صبح نخوابید. همش حال تعبو داشت. دکتر نرفته؟ نکنه خدایی نکرده یا یه چیز دیگه ای باشه. میگم فردا ترام بیاد اینجا. بس کنید مادر. اون مامای قدیمی که چیزی حالیش نیست. خیلی هم وارده. حالا خود دانی. ولی برای اینکه بریم محضر من مدارک کافی میخوام. اون موقع باید دکتر بریم. چه مدارکی؟ برگه ای تست حاملگی که مثبت باشه و سونوگرافی از جنی. کجایی؟ هیچی؟ دوتا اخ بزن بگو سرم گیج میره تمومه. اسمتم گذاشتی عقل کن. اگه چی شده؟ مادر سونوگرافی و برگه معاینه خواسته. حالا آسمون که به زمین نیومده. باید عقلتون رو به کار بندازین. حالا نمیشه این الهه باروری خودشم بارور شه. والا به کسی بر نمیخوره. تازه با این لباسای گشاده فیلم که کسی نمیفهمه. نمیتونی مدارک جعلی درست کنی؟ یه پولی بدیم آزمایشگاه چطور؟ نمیدن. میدونی یه برگه مثبت چه کارا میتونه انجام بده؟ میتونه حکم اعدامو 9 ماه عقب بندازه. تازه برای گرفتن بقیه پول بچه باید به دنیا بیاد. برای بچه من یکی که نیستم. صبر کن، یه فکری به خاطرم رسید. فقط دعا کنیم برگشته باشه. چه بامزه. پس به خاطر فیلم نمیخواین حامله بشین؟ بله،
چون نباید راکورد به هم بخوره. زندگی به هم بخوره چی؟ از راکورد مهمتر نیست؟ برای همین مزاحم شدیم. این کار سال هاست که تو فرنگ انجام میشه. اینجام چند سالیه که پس از اعلام شرعی بودن قضیه رایج شده. البته بیشتر کیس ها افرادی هستن که میتونن حامله بشن، منتها حاملگی برای قلبشون یا کلیهشون ضرر داره، یا قند خونشون بالاست، یا بیماری روانیشون تشدید میشه. به هر حال خیلی ساده است، ما بچه رو توی آزمایشگاه درست میکنیم. ما؟ یعنی شما. مواد اولیه از شما، ساخت از ما. بعد وقتی جنین یکم بزرگتر شد اون از لوله در میاریم و به رحم یک زن دیگه منتقل میکنیم، زنی که سالم باشه که بتونه اون جنین رو به یه بچه تبدیل کنه. یه زن سالم که بیوه هم باشه، یعنی در زمان حمل جنین شوهر نداشته باشه. یعنی میشه؟ حالا یه همچین زنی از کجا پیدا کنیم؟ من که نمیشناسم. چند سال پیش که مادرش مرد یه سر اومدم، برای همینه که درست بلد نیستم. حالا شما خوب میشناسینش؟ آره بابا. اسم چه خونه خود آدم نمیشه. خونه؟ کدوم خونه؟ سهمتو بده به من، خونه رو گرو بذارم برم ژاپن. اونقدر به $100 بفرستم که 5 تا خونه دیگه هم بخری. بارکالله به غیرتت. قسطاشم نفرستادی. خونه حراج شده، اختیاریاشم اومده، همین روزاست که باید خالیش کنیم. دیگه بروم نیار، یه کارش میکنم. اخوهت بگو، شنیدم بالا شهری شدی؟ پرستاره یکی شدم که باید شب و روز پیشش باشم. مگه شوهر کردی؟ نه. شوهر نکردی؟ نه. پس این؟ چجوری بگم؟ چجوری بگی؟ قط به صد برداشت دیگه هم بکشه بس همینه. تا اون لبخندیو که میخوام نباشه کار رو ادامه میدم. مفهومه؟ این کجا رفته؟ نکنه برای بچه اتفاقی افتاده باشه. هم مادرت، اون با
بگم وایسا، بهت بگم جریان چیه؟ میگه میدونم تو غلط کردی. تو چی میدونی؟ فقط بلد دست روی زن بلند کنی. پس بگو چی شده؟ نمیان، دیر میان، نمیدونم اینا چی کار دارن میکنن. شنیدم شرکت هم نمیرن. دیگه دارم از پا در میام. بله. سلام. ببین کار دارم ها. از فرشته ها فقط لباسشو داره. اینجا که دنبال کار میگردی یا باید پارتی داشته باشی یا تخصص. بیلم میای ورداری افغانه جاتو گرفت. اونجا هم که عقب کارگر ساده میگردن دیگه ما رو راه نمیدن. به مرده سوزوندنش هم راضی بودی، نشد. همه ی پول خونه رو که پول بلیط و پول کارچاخگون و رشوه به مامورای اونجا و اداره اقامت. بازم بگم کات، اینقدر دیالوگاتو نخور، برو یه خورده تمرین کن، بذار فکت باز بشه. از این کوچه اومد چل خمره خورما، از اون کوچه اومد چل خمره خورما، این چل خمره خورما به اون چل خمره خورما گفت تو چه چل خمره خورمایی. همش از این کوچه اومد چل خمره خورما تمرین نمی کنی. چرا میبینی که همه کارامو گذاشتم زمین، اینم که برکت رفت از بس هیچ کاری نمی کنم. بس چرا جوری بازی می کنی؟ از دیگران خسته شده به من گیر می. بله. سلام. خوبم، اونم خوبه. میخواستم بپرسم، ببخشید، میخواستم ببینم جنب و جوشم داره؟ لگدم میزنه؟ بله، خیلی شیطونه. ای پدر سوخته، با بچه بودم. خیلی مواظب خودتون باشی. نگران نباشی، من بیشتر از شما به فکرشم. نه، من برای بچه نمیگم، به هر حال شما برای ما عزیزی. بریم زود باش، بریم تا صبح باید تمرین کنم که این لعنتون تو که آقا میخواد بشه. من اولا دوستت نداشتم، یعنی نبودی، احساست نمی کردم که دوست داشته باشم. از رو دلسوزی، از رو بدبختی گفتم باشه. ولی از موقعی که با یه لگد کوچولو گفتی سلام، من اینجا. ندیده عاشقت شدم، نگاه برات لباس دخترانه دوختم. نمیدونم پسری دختری، من که برای دخترانه دوختم.
نمیدونم وقتی اینا رو میپوشی من میبینمت. اصلا این لباس رو ترید کنم. سلام. سلام. خسته نباشید. متشکرم. دکتر، روش جدیدتری هم اگر هست مضایقه نکنینا. نه. همین کشت کروموزومی بهترین روشه. مگه شما تو سونوگرافی مشکلی داشتین؟ نه. وسواس زیاده. بگیم پول زیاده. آبرو دارم، غریبم، بیکس و بیکارم، هر کاری داشته باشی انجام میدم، گشنمه، یه لقمه نون، نامیدم نکن. نه خواهر، کاری ندارم. به اقلا یه لیوان آب بده بخورم، دارم تشنگی هلاک میشم. خدا خیرت بده، ثواب داره. مادر و نوزاد هر دو در خواب هم. دلم برای بچه تنگ شد. کاش الان اونم اینجا بود. قربونش برم. فکر میکنی شکل کدوممون بشه؟ حواسمو پرت کردی؟ سانتیمانتالیست؟ چیزی که معلوم نیست چیه؟ چطور قربونش میری؟ یعنی تو واقعا به فکرش نیستی؟ دلت براش تنگ نمیشه؟ نه، من فعلا به یه چیز فکر میکنم، اونم بازیگریمه، شهرتمه در سطح جهانی. گمونم تو هم به جای بچه دلت واسه یکی دیگه تنگ شده، میخوای اونو ببینی، بچه رو بهونه میکنی. آرتو پلو نگو. چی بگم خواهر؟ فکر نکن چون غریب یا خونه به دوشی یه روز خوش نداری. هر کی یه جور داره میکشه. اینو نگو مهربون. تو دیگه چرا؟ خونه به این قشنگی، شوهر خوب، بچه هم که داری. با شوهرت هم که خوب نباشی، بچه به دنیا بعد همه چی عوض میشه. ای ای ای، نه بچهش مال منه، نه خونهش. چرا لالمونی گرفتی؟ حرف بزن. حالا اون حق بازای کلاش سر منو کلا میذارن؟ حالیشون میکنم. یالا بگو ببینم چقدر گرفتی. بگو خودتو راحت کن، ما میدونیم تقصیر تو نبوده، همش زیر سر اون دختری آتیش به جون گرفته، اون پسرای زن ذلیله. بگو ببینم، همون جوری که ما فهمیدیم بچت مالکیه؟ والا به خدا من خواستم به یه زن مریض کمک کنم. اصلا شما کی هستی؟ از جون من چی میخوای؟ یالا بریم بیرون. خفه شو. حالا دیگه ما کی هستیم؟ زنی که کلاه بردار؟ بریم بیرون یا بیرونتو کنم. اینقدر اینجا وای میستم که اون دوتا هم دست گور به گور شدت هم بیان.
کمکی هم میدادی بد نبوده. یا کنار گذاشته بودم که وقتی مادر شدی بهت بدم، حالا منو دست میندازین؟ برای من تئاتر در میارین؟ فکر کردین من کیم؟ مادر فولاد زره؟ نه جونم، من همه این کارا رو برای سعادت پسرم کردم. حالا که اون نمیفهمه، جور دیگری بهش میفهمونم. باد شکمتون چرا خوابید خانوم مهندس؟ دیگه یه پاپاسی هم بهت نمیدم، هر چی هم که دادم ازت پس میگیرم تا ببینم کی زرنگه. تو هم گورتو گام میکنی میری همون جایی که بودی. این خونه رو اگه این آقا واسات گرفته دیگه اختیار هیچی رو نداره. یالا بزن به چک. آقا، مشاورین خودتون خوندن و گفتن میخواییم سرمایه گذاری کنیم. نه خیر، من نمیتونم دیگه، 300 بار که دیگه بازنویسی نمیشه. پروژه از امروز تعطیله. آقای شفیع، اگر مشکل مالیه من هزینه فیلمو تقبل میکنم. نه خانم، با این شرایط که کار نمیشه. چی داری میگی؟ با کدوم پول؟ وای تازه، مسئله که تنها پول نیست. میبینی تو را خدا، حالا جواب سعیدو چی بدم؟ به خاطر این کار ما به خاک سیاه نشستیم. اینم که اینطور الان طوری نشده، برات یه سورپرایز دارم. نگاه کن، تو معروفیت میخواستی که اونم شد، همین حالش هم کسی که این عکسو ببینم میان سراغت. فرید شفیع این بار هم از نابازیگر استفاده کرده. بگیر خانم نابغه، بعد از این همه کار تازه شدیم نابازیگر، اینم از معروفیتی که میگفتی. نگار شریف دیگه؟ بله بله. من مشکوک به تیرزومی 18 هستم. یعنی چی؟ یعنی معلولیت شدید جسمی در آینده. ای خدا، چرا تو دل بندان یک ذره رحم و مروت نیست؟ آدمی که سر خود بره کارای گنده تر از سیکلش بکنه بایدم اینجوری بشه. از اونجا جام نمیخوری، مواظب اون بچه هم باش که واسه من یکی خیلی عزیزه. ببینه تلفن این آقا خوشگله چنده؟ اصلا کجا میتونم پیداش کنم؟ میدونم چطوری حالیش کنم. سینما، فیلم، شهرت، بفرما، اینم آخرش. بچه، ارث، دودمان اصیل، اینم آخرش. بابا یکی یکی حرف بزنیم ببینم چی میگی. هیچی، بچه معلول به دنیا میاد. خب ببریم سقطش کنیم. چی رو سقط کنیم؟ الان که دیگه نمیشه. پس میفرماییم بشینیم و منتظر مصیبت سوم بشیم. خیلی عجولیم، هنوز اتفاقی نیفتاده. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. خونه و زندگی و ماشین و کوفت و زهرمارمون که دست رفت. اون شفیع فسفسو هم که قهر کرد رفت. اینا هیچ کدوم مصیبت نیست. بزنیم زیرش، مگه زنه چه مدرکی داره؟ خجالت داره نگار، واقعا از تو بعیده. تازه پزشک قانونی مرکز تشخیص هویت داره، از روی کروموزوم‌ها تشخیص میدن که کی بچه کیه. من اینو نمیدونستم، چه برسه به اون زنی که هنوز اسم خیابونا رو هم بلد نیست، مگه اینکه تو بری بهش یاد بدی.
بله بله خب بله خب خب یه لحظه گوشی جواد برادر اشرف میگه خونه رو میخواد میگه اشرف رو یه جایی پنهون میکنه بچه هم که بزنی و بیاد به همون نمیده خب این که از خودمونه مگه قرار نبود بزنیم زیرش هر عیبی داشته باشه من نمیتونم ازش دل بکنم نگار میفهمی میگه بچه رو میفروشه به گداها و پولیا بده من ببینم آقا اصلا معلوم هست تو چه میگی؟ خونه چیه؟ بچه چیه؟ بچه ما تو شکم خواهر تو چی کار میکنه؟ برو هر غلطی دلت میخواد بکن اینم ببر بفروش ببینم چه غلطی میکنی حواست هم جمع کن یا بچه یا من نمیخوای بچت بیفته دست گداها و کولیا خیلی دوستش داری خب یه خونه بخر بهشون بده نداری از مادرت بگیر یا از اون بدری درسته که پول ندارم ولی باید یه فکر اساسی کرد اینجوری که نمیشه فکر اساسی بابا چی کار کنم دوستش دارم کیو؟ بچه‌مو شایدم کس دیگر رو مغلطه نکن مغلطه میکنم من در باغ سبزشون میدادم من میگفتم همش قبوله عاشق سینه چاکتم خوشبختت میکنم من 10 بار اومده بودم تا آج حالا مکافات این همه دروغو پس بده آقا اصلا طلاق میخوام خلاص حالا که فکر میکنی دروغه باشه منم دیگه اصراری ندارم چقدر از اون نقشای زیبایی که روی صحنه بازی میکردی دوری حالا دارم خودتو میبینم یه موجود بی احساس بی عاطفه خودخواه باشه خلاص سلام یه خبر بهت بدم که پس گرفتی چی شده؟ هیچی زدن زیرش میگم بچه مال ما نیست بایدم بخندی بایدم دیوونه بشی ولی من نمیذارم راست راست تو خیابون را برن و به ریشمون بخندن یا پولو میدن یا بچه رو سخت میکنی نون خور اضافم نمیخوان گاف ندین شرکتش که همینجاست اشرف هم که میگفت یه پاترول هم داره آخر عاقبتش فکر کردی؟ نمیدونم یه راست زندونی تو که نمیترسی؟ حالا حالیش میکنم یه کاریش میکنم که این دفعه یه بچه دارن نشه اینم دفاتر روزنامه اینم کلید فایل محرم ببخشید قربان به سویچ اتومبیل آقای شیرازی ببخشید چون باید ماشین فروخته بشه بله قربان ببرش کارواش بعدش نمایش کن چشم میخوام بدونم
چرا سر منو کلا گذاشتی؟ چرا با احساس و عاطفه من بازی کردی؟ منم میخوام بدونم شما برای اینکه ارث پدریمو به من بدین چرا این همه شرط و شروط و محضر بازی علم کردین؟ نمیخواستم از دستت بدم، فقط به خاطر هم نمیدونی وقتی آدم یه عزیزی رو از دست میده چقدر سخته. فکر کردم اینطور میتونم تو رو برای خودم نگه دارم. زن پس از دست منم ناراحت نشی. نمیخواستم سر شما رو کلا بذارم. منم به خاطر اینکه اونی رو که دوست داشتم از دست ندم این کار کردم. اگه تو اون دختر رسمن معذرت خواهی کنی شاید بشه هنوز یه کارایی کرد. حالا دیگه خیلی دیره، ما از هم جدا میشیم. اگه مشکلتون از دست دادن پول و خونه و ایناست؟ نه، مشکل اصلی جنس دوست داشتن من شماست. میخوایم یکی رو به هر قیمت و هر طور که شده پیش خودمون نگه داریم. میترسیم چیزایی که دوست داریم از دست بدیم. یه ترس بدجور، بیمعنی، ولی موقع به خاطر این ترس کارهای عجیب و غریب میکنیم تا واقعا اونی رو که دوست داریم از دست بدیم. سختش کنم یعنی بکشمت؟ ای خدا، مگه میشه؟ بهتره با این عجله تصمیم نگیریم، یک کمی فکر کنیم. فکرامونو کردیم، دیرم شده. تا وقتی که برگ عدم حاملگی و استعلام دادگاه خانواده رو نیارین کارتون انجام نمیشه. ضمناً مهریه چطور تادیه میشه؟ مهریه نمیخوام. طاقتم تاخ شد، اومدم ببینمت. اون یه سالی که ندیدمت انگار هزار ساله. خدا منو ببخش اشرف خانم، شما شوهر داری؟ نه. طلاق گرفتی؟ نه، قصهش درازه، شاید باور نکنی. تو زن گرفتی؟ نه، هر کاری کردم نتونستم خودم راضی کنم. بله. سلام خانوم، خودمم. دکتر شمشکی هستم.
خواستم یه خبر خوشی بهتون بدم. حقیقت اینه که چجوری بگم، یه سوء تفاهمی شده بود. به آزمایش کشت اولی مشکوک بودم. کشت مجدد که دادم دیدم خوشبختانه جنین سالمه. میتونین تشریف بیارین پرونده رو ببرین. شماره تلفن جدیدشون رو بهتون میدم. پس زندگیمون چی؟ کدوم زندگی؟ تو با من ازدواج کرده بودی که به پولای مادرت برسی. منم با پولای تو میخواستم نقش اول یه فیلم رو بازی کنم. از اولش هم یه معامله بود، حالا به هم خورده. راستی شما چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم به دنیا که اومد گاهی وقتا میتونم بیام ببینمش. ببخشید، ولی من تو رو دوست داشتم. داشتی؟ خوبه، خوشحالم که از فعل ماضی استفاده کردی. خسته شدی یا؟ دیر که نکردم. قلبش که زد انگار فهمیدم که یکی رو دارم.
که تو این روزای دراز و شبای سوت و کور با هم باشه. صدای قلبش انگاری به هم میگفت تنها نیستی، هم نفس، هم خونه. ببینم احمد، سر قولت که هستی؟ من بدون اون نمیام. چی میگی؟ قدمش رو چشم من. هدیه خداست، نخوامش. بدون اون یه لحظه هم نمیتونم. میریم یه جایی که هیچکی نفهمه بچه مال ما نیست. چی؟ نفهمه مال ما نیست؟ اون بچه منه. وقتی هیچ کس اونو نمیخواست، وقتی همه از سربازش میکردن، من قبولش کردم. به خاطرش بی‌حرمتی دیدم، ناسزا شنیدم، آوارگی کشیدم. نه نه، یعنی بریم یه جای دنج آروم و آسوده بشینیم، ببینیم بزرگ بشه، جوون بشه، بلند، هم قد خودم. راستی اشرف، فکر میکنی دختری یا پسر؟ تو چی فکر میکنی؟ بچه میوه عمره. ببین من موزه بچه باش. تا جا هست کاشی گلدونا را ما برده بودم. خب تو پر گل گلدونه. Bye.